سرخط خبرها. اعزام نیروهای گارد ملی آمریکا به شهر مینیاپولیس. معترضان به قتل یک سیاه‌پوست غیر مسلح پاسگاه پلیس را با آتش کشیدند. بازگشایی اماکن عمومی و کسب و کارها در اروپا با قدم‌های آهسته. در ایران حسن روحانی می‌گوید ناگزیر به همزیستی با کرونا هستیم. جنگل‌های زاگرس در آتش می‌سوزد. امکانات محدود برای مهار آتش در جنوب و غرب ایران. و اسپانیا بعد از مهار کرونا به جنگ عواقب اقتصادی می‌رود. اختلاف جناح‌های سیاسی بر سر کمک نقدی دولت به کم درآمدها. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. در سومین شب نارامی ها در شهر مینیاپولیس در آمریکا، معترضان یک پاسگاه پلیس، چند فروشگاه و شرکت را با آتش کشیدند. معترضان به کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست اعتراض دارند که در پی انتشار تصویرهای مشخص شد چند پلیس سفیدپوست به شکل خشنی او را دستگیر می‌کنند. گارد ملی آمریکا برای کنترل اوضاع آماده دخالت شده است. دونالد ترامپ تهدید کرده نیروهای فدرال آمریکا ممکن است از اسلحه استفاده کنند، چیزی که توییتر آن را تشویق به خشونت تعبیر کرده و پیام رئیس جمهوری آمریکا را از دید فوری پنهان کرده است. کسری ناجی و جزئیات بیشتر. دیشب شب سوم نارامی ها، شبی که بخشی از مرکز شهر مینیاپولیس به آتش کشیده شد. این ایستگاه پلیس، کمی پیشتر پلیس آن را به دستور شهردار تخلیه کرده بود. او گفته بود ادامه حضور پلیس در ساختمان خطرناک و تهدیدی به جان آنها و تظاهر کنندگان است. دیشب پلیس برخلاف روزهای قبل از دور نظاره‌گر بود. تظاهر کنندگان دیشب چند مغازه و فروشگاه و چند اتومبیل را هم به آتش کشیدند. گارد ملی هم که برای کمک به پلیس و کنترل اوضاع به شهر آورده شده در کنار ایستاد برای پایین آوردن درجه حرارت و تنش. طی روز این تظاهرات آرام و صلح‌آمیز معترضان، خیلی ها سفید پوست که خواهان عدالت هستند، برای جورج فلوید 46 ساله که روز دوشنبه کمی بعد از بازداشت خشونت‌آمیزش در خیابان از سوی چهار افسر پلیس سفیدپوست درگذشت. بعد از آنکه یکی از چهار نفر مدتی طولانی با زانو بر روی گردن او نشست و فشار آورد. اینها اینجا میگویند تا وقتی که عدالت اجرا نشود آرامشی در کار نخواهد بود. آنچه که خشم مردم را شعله ور کرده انتشار این ویدیو از هنگام دستگیری جورج فلوید بود در شبکه‌های اجتماعی. اینجا او میگوید نمیتواند نفس بکشد، اما افسر پلیس بی توجه به این کار ادامه می‌دهد. پلیس گفته است که او مظنون به استفاده از اسکناس تقلبی در یک فروشگاه بود و در مقابل تلاش پلیس برای بازداشتش مقاومت کرده بود، چیزی که ویدیوی دیگر از دستگیری او آن را تایید نمی‌کند. دادستان شهر میگوید شواهدی دارد که ممکن است این واقعه قتل نباشد و به همین دلیل هنوز سرگرم بررسی است و چهار افسر هنوز آزاد هستند، اگرچه از کار برکنار شدند. I know that there is currently a deficit of hope in our city. پلیس دیشب بالاخره عذرخواهی کرد. رئیس پلیس شهر که سیاه‌پوست هم هست میگوید اعتماد مردم از پلیس سلب شده و پلیس مقصر آن است. در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در توییتر با بنزین به جنگ آتش رفت. با این پیامش که تظاهر کنندگان را اوباش توصیف می کند، فرماندار شهر را یک چپی افراطی بی ارزه می خواند و تهدید می کند که با فرستادن گارد ملی اوضاع را آرام می کند اگر فرماندار نتواند، و در پایان هم می گوید اگر غارت شروع شود تیراندازی هم به دنبال آن خواهد آمد. پیام رئیس جمهوری آمریکا را توییتر تشویق به خشونت تعبیر کرد و آن را از دید فوری مرور کنندگان توییتر پنهان کرد. قدمی دیگر در جنگ تازه رئیس جمهوری آمریکا با شبکه‌های اجتماعی. کسری ناجی، بی بی سی.
آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری ایالت مریلند از واشنگتن با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای حسامی، این اتفاقات در آمریکا تازه نیست، دائم تکرار میشه. دلیل تکرار این وقایع چیه؟ والا دلیلش که خیلی واضحه، یه حالت نژادپرستی مزمن وجود داره. شما ببینید در چند ماه اخیر سوانا جورجیا، لویویل کنتاکی، الانم که مینیاپولیس در مینوسودا. بنابراین این تکرار مکررات، من نمونه بارزش رو بگم، امروز صبح خبرنگار CNN رو که در مینیاپولیس داشته از این وقایع و حوادث فیلم برداری میکرده و صحبت میکرده رو، چون سیاه پوست بوده، چون دو نفر بودن، یه سفید پوست، یه سیاه پوست، این ایشون رو توقیف کردن، دستبند زدن همین امروز صبح، یعنی 2 ساعت پیش، و بعد بردن پاسگاه در اداره پلیس و اینا، بالاخره آزاد کردن و الان چند یه ساعت پیش یا نیم ساعت پیش فرموندار مینیسودا معذرت خواهی کرد که این اشتباه بوده. ولی این اشتباه ها در حقیقت گویای اون نجات پرستی که بعضی موقع آشکارا، بعضی موقع کاملا پنهان خودش رو نشون میده. بنابراین جواب سوالتون این است که در دوره قبل از آقای ترامپ، خب می‌بینیم که آقای ترامپ در پاسخ به این مسئله روی کرده خاص خودش رو داره. در دوره آقای اوباما که خیلی از سیاه‌پوستان احساس نزدیکی میکردند به او در آمریکا و فکر میکردند شاید این مسائل تا حدی او کمک کنه که حل بشه، چنین اتفاقی نیفتاد و فقط اینها بیشتر شد. چه اتفاقی هست در آمریکا که باید این وضع رو عوض بکنه؟ ببین، نراتیو یا دیسکورسی رو، یعنی روایتی رو که در این دولت آقای ترامپ میبینید از 3 سال گذشته، یک حالت ما میگیم وایت نشنالیزم داره، یعنی یک حالت ناسیونالیستی سفید پوستانه، اگه اسمشو میشه گذاشت، داره. و ایشون به جایی که، یعنی این ریسیزم وجود داشته، این مسئله امروز و فردا و یک قرن و دو قرن هم نیست، اما با اومدن سرکار آمدن آقای ترامپ این در حقیقت بدتر شده، چون کسایی که به قول آمریکایی تو کلازت بودن، پنهانی توی پستوی خونهشون قایم شده بودن، مسائل در حقیقت زیر فرش کرده بودن، الان آشکارا میان و نجات پرستی خودشون رو نشون میدن. آقای ترامپ، من ریپورت شما رو گوش کردم چند دقیقه پیش، بسیار جامع و خوب بود. ببینید، آقای ترامپ به جایی که مرهم بذاره روی زخم، نمک میپاشه روش، و این در حقیقت باعث میشه یک عده گستاختر بشن، یک عده هم از نیروی در حقیقت انتظامی و پلیس و هم مردم عادی، و این در حقیقت همون شما گفتید بنزین میریزه روی آتش، و من میگم نمک میریزه روی زخم، و این در حقیقت بدتر شده. و بعد جامعه دو قطبی شده، از هم از نظر ایدئولوژیکلی، هم از نظر در حقیقت این مسائل که ما بهش میگیم مسائل نژادی و نژادپرستی ایدئولوژی. متشکرم از شما. متاسفانه بحث وقت بیشتر برای این بحث نداریم در این برنامه، ولی ممنونم از حضورتون در برنامه ما. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی در کالج مونتگومری ایالت مریلند از واشنگتن، متشکرم. دعوای رئیس جمهوری آمریکا با شبکه توییتر هم فقط به ماجرای مینیاپولیس محدود نمی شود. چند روزی است که کاخ سفید و سکاندارش دونالد ترامپ با شبکه توییتر وارد جدالی شدند که تهدید کاخ سفید علیه این شبکه و سایرین را به همراه داشت، و خبر رسید که آقای ترامپ یک دستور اجرایی در مورد این شبکه ها صادر کرده. بهمن کلباسی گزارش می دهد. امضای رئیس جمهوری آمریکا پای فرمان اجرایی که در واقع واکنشی بود به مدیران شبکه اجتماعی توییتر، به خاطر اینکه برای نخستین بار دو نوشته آقای ترامپ در توییتر را گمراه کننده تشخیص دادند و به آنها برچسب درست سنجی زدند. انتخاب هایی که توییتر در مورد انتشار هر مطلبی در برابر خود دارد روشن و صریح است. می شود موقوفش کرد یا ویرایش کرد یا در لیست سیاه قرار داد یا جلوی انتشارش را گرفت. کمی اینها به تصمیم های سردبیران برمیگردد. در همان موارد است که توییتر را دیگر نمی شود یک فضای همگانی بی‌طرف به شمار آورد و آنها تبدیل می شوند به سردبیران دیدگاه ها و نظرات، و این را می شود درباره پایگاه های دیگر هم گفت، چه گوگل و چه فیسبوک. در این فرمان مسئولیت شبکه های اجتماعی در برابر پیگرد قانونی به خاطر نوشته های کاربران در آن برداشته می شود. اگر از دید کاخ سفید توییتر
فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی بی‌طرف و خونسا نماند. جنجالی که توییتر و دولت آمریکا را رو در روی هم قرار داده. این شبکه اجتماعی در واکنش گفت فرمان ترامپ تهدیدی است برای آزادی بیان در اینترنت. بنیانگذار و مدیر فیسبوک اما طرف کاخ سفید را گرفت. آقای زاکربرگ گفت شبکه‌های اجتماعی نباید خود را در مقام قضاوت اینکه چه حرفی درست است و چه حرفی نادرست قرار دهند. دعوایی که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفت تلاشی است از سوی آقای ترامپ برای انحراف افکار عمومی از عملکرد ضعیفش در برابر شیوع ویروس کرونا. همزمان کارشناسان حقوقی میگویند فرمان آقای ترامپ بیدرنگ در دادگاه‌ها به چالش کشیده خواهد شد. رحمت کلبسی، بی بی سی، نیویورک. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 2819 مورد جدید ابتلا قطعی به کرونا شناسایی شده، اما به گفته مقامات روند بازگشایی کسب و کارها و اماکن عمومی ادامه دارد. دولت میگوید شیوع کرونا در ایران مهار شده. همزمان در اروپا بازگشت به زندگی عادی با قدم‌های آهسته ادامه دارد، اما کره جنوبی که یکی از موفق‌ترین کشورها در مهار کرونا بود با 56 مورد ابتلای جدید دوباره اماکن عمومی را در بعضی از نقاط تعطیل کرده. علی همدانی گزارش می‌دهد. بازگشایی حوزه علمیه قم پس از تعطیلی 3 ماهه و به اصرار روحانیون در شهری که برخی معتقدند مرکز شروع و شیوع کرونا هم بوده. این کلاس درس احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و نماینده مجلس خبرگان که میگوید شرایط کشور در حال بازگشت به قبل از شیوع کرونا است. همزمان با اعلام بسته شدن بخش‌های اختصاص یافته به بیماران مبتلا به کرونا در برخی از بیمارستان‌های ایران. این رونمایی از یادمانی برای آنهایی که تلویزیون ایران شهدا و جانبازان سلامت می‌خواند، عبارتی که برای قربانیان جنگ استفاده می‌شود در بیمارستان شهدای تجریش. به گفته یه آقای دکتر جهانپور، همزمان تلویزیون ایران گفته در شبانه روز گذشته 2819 مورد جدید ابتلا شناسایی شده و 50 نفر هم جان باختند، آماری که با تردید برخی روبروست. در حالی که به نظر میرسد تقریبا شرایط در ایران عادی شده، حسن روحانی در دستوری که امروز جمعه خطاب به وزیر بهداشت نوشته، از او خواسته بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور به ویژه در استان‌ها و شهرهایی که به گفته او شاهد رشد ابتلا به بیماری هستند نظارت کند. همزمان قدم‌های آهسته‌تر در جهان برای کاستن از سختگیری‌ها. از دوشنبه در انگلستان مردم می‌توانند تا 6 نفر در فضای باز همدیگر را ببینند، در حالی که بازگشایی فروشگاه‌ها همچنان تا حدود 2 هفته دیگر اتفاق نمی‌افتد. در اتریش هتل‌ها تنها به روی اتریشی‌ها و نگردشگران خارجی بازگشایی شده. اسپانیا و ایتالیا تقریباً به سوی عادی شدن پیش می‌روند. در کره جنوبی که یکی از موفق ترین ها در جهان در مهار شیوع ویروس کرونا بوده، مقامات بهداشتی موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سئول پایتخت کره جنوبی را وضعیتی بحرانی توصیف کردند. دست کم 56 مورد جدید ابتلا به این ویروس در شبانه روز گذشته ثبت شده. همین باعث شده برای 2 هفته آینده بار دیگر محدودیت ها بازگردند. پارک ها و موزه ها در سئول و شهرهای اطراف تعطیل شده و از مردم خواسته شده تا از گردهمایی ها خودداری کنند. صدها مدرسه هم بار دیگر تعطیل شدند. عالمی گرفتار این ویروس. علی همدانی، بی بی سی. آتش سوزی های گسترده پراکنده در جنگل ها و مراتع جنوب و غرب ایران ادامه دارد. گرمای هوا و کمبود امکانات باعث شده آتش در چند منطقه حفاظت شده در استان های خوزستان، بوشهر و کوکیلویه و بوراحمد گسترش پیدا کند. از جمله منطقه حفاظت شده خاییز در ایلام و کردستان هم چند مورد آتش سوزی رخ داده که به درخت های کهنسال بلوط و بخشی از پوشش گیاهی منطقه آسیب زده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. بالگردی که داوطلبان را بر فراز کوههای صعب العبور پیاده می کند تا به جنگ آتشی بروند که جنگل‌های زاگرس را به کام خود کشیده. اما هنوز از بالگردهای آب پاش که برای مهار آتش ضروری است خبری نیست. مناطق حفاظت شده غرب و جنوب غربی ایران در آتش می سوزند. بیشترین نگرانی ها بابت منطقه حفاظت شده خائیز است، منطقه در اطراف مرز مشترک کوهگیلویه بویراحمد و خوزستان. از ساعت 3 بامداد امروز تا کنون در حال اطفاء حریق هستیم. وسط آتش متاسفانه زیاد هست.
منطقه خائیز یکی از بهترین مناطقی است که گونه های نادر گیاهی و جانوری را در خود جای داده. از پلنگ و آهو تا کاراکال و تیهو و گیاهانی مثل ارژن و خوشک و البته درخت های کهنسال بلوط که سرمایه های طبیعی ایران به شمار می روند. داوطلبان محلی عملا در حال التماس به نیروهای مسلح برای اعزام بالگردهای آبپاشی هستند که بتواند آب را از سد مارون در همان نواحی بر روی آتش بریزد. نه آبی بر روی آتش جنگل‌ها و نه آبی بر روی آتش خشم فعالان زیست محیطی که سالهاست از نبود امکانات گلایه می‌کنند. کل کویل تنگزاد درنگ چاپ سرمت همه اصلا تش می‌گیره. کلی پرنده، چرنده، حیوان، درخت همه نابود آبی. حمایت کنین خواهشم، کمک کنین. نیروهای سپاه و بسیج در کنار داوطلبان محلی اعزام شدند ولی کمک‌ها کافی و سازمان یافته نیستند. واقعیت تهی‌دستی داوطلبان محلی این است. آنها کپسول‌های فرونشاندن آتش را با کمک چهارپایان به منطقه دیگری می‌برند که طعمه آتش شده. اینجا در جنگل‌های استان بوشهر در منطقه به نام کوهسیا که نزدیک شهرستان بوشکان است. باز هم نیروهای محلی با دستان خالی در حال درخواست کمک برای مهار آتش. بچه‌ها در حال استراحت هستند. امروز این نیروها اینجا مشغول تجدید قوا برای بازگشت به کام آتش هستند. آنها می‌دانند هفته سختی در پیش است که پیشبینی دمای بالای 50 درجه کار آنها را دشوارتر می‌کند. آتش کوهسیاه در استان بوشهر از سمت غربی شهرستان دهدشت نیز دیده می‌شود. برآوردی از میزان تلفات گونه‌های وحشی این مناطق در دست نیست. در اینجا این جوجه کپک‌ها به میان صخره‌ها از ترس آتش پناه گرفتند. اما تلفات انسانی شامل دست کم یک کشته بوده. احسان عزیزی از نیروهای نظامی منطقه پاوه بود که در آتش دیگری که در مناطق سرسبز بوزین و ماراخال در نزدیکی شهرستان شروع شد جانش را از دست داد. جنگل‌های کرمانشاه هم مثل جنگل‌های بوشهر، کوکیلوی بوی رحمت و خوزستان در آتش می‌سوزند. مثل جنگل دز و خسرج که یک تیپ ارتش به تازگی برای کمک به داوطلبان مهار آتش به منطقه اعزام شده. مسئولان خبر دادند کشاورزی که عامل آتش‌سوزی جنگل‌های دز بود دستگیر شده است. عمده این آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی دارند و شرایط جوی کوچکترین سهل‌انگاری یا تعمد را به فاجعه بدل می‌کند. مثل این آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط استان ایلام، در منطقه کاسماس نزدیک شهرستان آبدانان. وزارت دفاع 4 سال پیش به نهادهای حافظ محیط زیست قول داده بود که با آنها امکانات فرونشاندن آتش را خواهد داد. اما چون دولت بدهی آنها را نداده از کمک خودداری می کند. یک یا دو بالگرد هوانیروز که سپاه به منطقه اعزام کرد در فرونشاندن 5 روز آتش سوزی در ارتفاعات گچساران به کار آمد و حالا در بوشهر نیز مشغول آبگیری است. ولی تصاویر این مسئولان مدیریت بحران در منطقه خائیز نشان می‌دهد که بعد از کمبود امکانات مشکل اصلی کمبود اراده و جدیت است. سیاوش اردلان، BBC. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در آمریکا اعتراض‌ها به مرگ یک سیاه‌پوست غیر مسلح در بازداشت پلیس مینیاپولیس به خشونت کشیده شده، نیروهای گارد ملی آماده اعزام شدند. همزمان با بازگشایی کسب و کارها و اماکن عمومی در اروپا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ناگزیر به همزیستی با کرونا هستیم. در ادامه برنامه، اسپانیا بعد از مهار کرونا به جنگ عواقب اقتصادی می‌رود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حمله جنگجویان طالبان به یک پاسگاه نیروهای مرزی در ولایت پکتیا واقع در مرز با پاکستان دست کم 14 نیروی مرزی کشته شدند. گروه طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته. حمله دیشب مرگبارترین حمله این گروه پس از آتش بس 3 روزه عید فطر است. ساعتی قبل از همکارم علی حسینی در کابل در مورد جزئیات این حمله پرسیدم. حمله شب گذشته صورت گرفته و آنطور که گروه طالبان گفته 2 پوسته و ایستگاه بازرسی نیروهای مرزی
افغانستان هدف قرار دادن. هر دو طرف آمار مشابهی میگن، هم دولت افغانستان، وزارت دفاع و همچنین گروه طالبان میگه که 14 نیروی مرزی در این حمله کشته شده. وزارت دفاع میگه که 3 نیروی دیگر زخمی شدن. گروه طالبان هم گفته که 2 نفر از نیروهایشان در این جنگ زخمی شده. و در عین حال سخنگوی گروه طالبان گفته که در این اواخر نیروهای دولتی افغانستان در تلاش بودند که مناطق بیشتری را از تحت تصرف گروه طالبان خارج کنند. این حمله همانطور که گفتی بعد از آتش بس 3 روزه است. قبلا گفته شده که گویا دو طرف برای یک آتش بس غیر رسمی هم به توافق رسیدن، اما به نظر میرسه که اینطور نیست، گرچه دیروز هم بعضی از مقام‌های طالبان به ما گفته بودند که آتش بس غیر رسمی را قبول نمی‌کنیم، فقط به این خاطر که چون تبادله زندانی‌های دو طرف جریان داره می‌خوایم که آتش جنگ کمتر باشه تا آسیب به این تبادله زندانی‌ها وارد نشه. و در همین خاطر هم یک هیئت 5 نفری از طالبان هم امروز در 3-4 روز در افغانستان در کابل بودن و حالا به نظر میسه کابل ترک کردن. به هر حال وضعیت آنطور که قبلا پیش بینی میشد چندان خوب به نظر نمیسه در راه رسیدن به مذاکرات بین افغانی. علی حسینی بود در کابل. در منطقه مرزی سردش در غرب ایران 3 مرزبان و چند فرد مسلح در یک درگیری کشته شدند. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده، اما درگیری ظاهرا زمانی رخ داده که مرزبانان در حال کنترل نوار مرزی بودند. مناطق مرزی غربی ایران در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه صحنه درگیری مسلحانه نیروهای امنیتی با گروه‌های مسلح است. سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفتن نام 2 نفر از کارکنان این سازمان در فهرست تحریم‌های آمریکا را خصمانه خواند و اعلام کرد خبرهای خوش هسته‌ای در راه است. ایران معمولاً توسعه برنامه هسته‌ای خود را خبر خوش هسته‌ای می‌خواند. پیشتر وزیر خارجه آمریکا از تحریم مجید آقایی و امجد سازگارا خبر داده بود. او گفته بود دانشمندان ایرانی یا باید فعالیت علمی در حوزه سلاح‌های هسته‌ای را کنار بگذارند یا با تحریم‌های آمریکا روبرو شوند. یک اختاپوس در عمق 7000 متری سطح اقیانوس هند مشاهده شده. یک زیست شناس بریتانیایی موفق شد از این اختاپوس در این عمق عکس بگیرد. پیشتر اختاپوس ها حداکثر تا عمق حدود 4000 متری مشاهده شده بودند. دکتر آلن جیمسون که این عکس را گرفته میگوید بدن این اختاپوس طوری تکامل دیده که میتواند فشار خرد کننده آب در عمق 7 کیلومتری را تحمل کند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید قصد دارد قوانین مهاجرتی را برای شهروندان هنگ کنگ آسان‌تر کند، مگر اینکه چین در اجرای قانون امنیتی جدید در این منطقه تجدید نظر کند. آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا با انتشار بیانیه مشترک گفتند قانون جدید امنیتی چین آزادی‌های فردی رو محدود می‌کنه. این قانون هر گونه اعتراضی که بتواند فتنه، براندازی یا تجزیه طلبی تعبیر شود را ممنوع می‌کند. جان سالورز گزارش می‌دهد. مراسم روز پایانی مجلس در میدان تیانانمن پکن در سکوت برگزار شد. هیچ اعتراضی در مورد قرنطینه نبود. داخل مجلس رئیس جمهوری چین با خوشحالی و اعتماد به نفس راه می رود. کنترل ویروس به عنوان توجیهی برای خوشحالی او و نظامی است که مباحث غیر دموکراتیک آزارش نمی دهد. هیچ چیزی به این خوبی این را نشان نمی دهد. قانون امنیتی جدیدی که بر هنگ کنگ تحمیل شد و 2878 نفر هم به آن رأی مثبت دادند، با تنها یک رأی مخالف. حالا ممکن است هر نوع اعتراض ضد چین به عنوان اقدامی براندازانه طبقه بندی شود، چیزی که جامعه بین المللی را نگران کرده، از جمله این بیانیه که موجب شگفتی 300,000 هنگ کنگی دارای گذرنامه سرزمین‌های فرادریایی بریتانیا شده. اگه چین به کارش ادامه بده و قانون امنیتی جدید رو اجرا کنه، ما محدودیت 6 ماهه رو لغو میکنیم و به اون افراد اجازه میدیم که به بریتانیا بیان و برای یک دوره 1 ساله تقاضای کار و تحصیل بدن. این شرایط رو برای شهروندی بریتانیایی فراهم میکنه. این اقدام چین را عصبانی خواهد کرد. چین تاکید میکند که قانون جدید تنها اقلیت کوچکی از معترضان خشن را در بر میگیرد. اما چین به آرامی دارد کنترل را شدیدتر می‌کند. با پایان کار مجلس چین در پکن،
سیاستمداران هنگ کنگ بر سر یک قانون جدید دیگر کشمکش می‌کنند. در صورت تصویب این قانون، بی احترامی به سرود ملی چین هم جرم تلقی خواهد شد. جان سادورث، بی بی سی نیوز، بیجینگ. در اسپانیا وضعیت شیوع بیماری کووید 19 تحت کنترل درآمده است، اما این کشور حالا با چالش اقتصادی بزرگی روبروست. پدرو سانچز نخست وزیر این کشور قصد دارد به خانوارهای کم درآمد به صورت ماهیانه کمک هزینه نقدی پرداخت کند، اما این طرح با مخالفت‌های روبروست. گای هچکو گزارش می‌دهد. در منطقه کارگری در جنوب مادرید داوطلبان غذا پخش می‌کنند. بسیاری از دریافت کننده ها از نظام رفاهی کشور آسیب دیدند. بیکارها، روزمزدها و مهاجران. زندگی قبل از این هم برایشان مشکل بود. اما آمدن کرونا و دو ماه قرنطینه آنها را به شدت درمانده کرده. این مرد میگوید مادرش تنها کسی است که در خانوادهشان کار میکند. پدرش بیکار است. میگوید یک دختر یک ساله دارد و این تنها کمکی است که دریافت میکنند. این انجمن محلی چند هفته پیش با شیوع همگیری شروع به توزیع غذا کرد. تعداد افراد خیر باور نکردنیه. میگن اگه همسایه‌مون غذا نداره ما بهش کمک میکنیم. مردم زیادی صف میستن و بسته های غذا یا حتی پول نقد اهدا میکنن. شرایط شیوع بیماری حالا به ثبات رسیده، اما بحران اقتصادی شدیدتر شده. دولت چپگرا حالا از طرح درآمد تضمین شده رونمایی کرده، پولی ماهیانه برای فقرا. مبلغش فعلا 500 یورو برای هر خانوار است. نخست وزیر این را یک اقدام تاریخی برای دموکراسی می داند. گفته می خواهند مطمئن شوند که کسی دست خالی نمی ماند. اما همه با سیاست های دولت موافق نیستند. طرفداران حزب راستگرای واکس هفته گذشته تظاهرات برپا کردند. آنها دولت را به هدایت کشور به سمت افرادگرایی چپگراها متهم می کنند. بعد از بزرگترین قرنطینه اروپا، این هفته اسپانیا محدودیت‌های بیشتری را لغو کرده. این امید هست که به طور کلی وضعیت اقتصادی بهتر بشه و اونهایی که از این بیماری آسیب دیدن بتونن دوباره روی پای خودشون بیستن. به ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی هستید.